اجازه بدید که گوش بکنیم در اینجا به صحبت‌های اشرفیان در رابطه با اعدام شهدای قهرمان جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداعی یاران. گریه کن جنگل سرخ، گریه کن دشت کویر، گریه کن بحر خزر، گریه کن مرد بلوچ، و بالاخره در غروب گورستان و یا صبح‌های زود دیگر چه کسی به سر قبرهای ما حاضر خواهد شد و فاتحه خواهد خواند؟ خدا و خلق، آری خدا و خلق، با خبر شدم که رژیم ضد بشری خمینی مجاهدان قهرمان محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی را در زندان اوین به وسیله اعدام به شهادت رسوند. لحظاتی غم سنگینی به قلبم نشست. بلافاصله به یاد دورانی افتادم که در زندان گوهردشت برای اولین بار محمد حاج آقایی را در آنجا دیدم. اوایل فروردین سال 65 بود که بعد از نقل و انتقالاتی که در زندان صورت گرفته بود، هر کدام از ما از بندهای متفاوت زندان قزلسال به زندان گوهردشت منتقل شده بودیم. محمد در اون زمان در سلول 5 که روبروی سلول ما بود، همراه با حمید لاجوردی، حمید شبهی، مسعود کباری، مسیح قریشی ها که در قتل عام سال 67 توسط رژیم خمینی به شهادت رسیدند هم سلول بود. محمد علیرغم که جزء تیپ‌های اجتماعی بود که جذب سازمان شده بود و جزء تیپ‌هایی نبود که کارهای تشکیلاتی از سال 50 از کرده باشه، شدیداً به سازمان و رهبریش عشق می‌ورزید. سال 62 که دستگیر شده بود، بعد از شکنجه‌های بسیار او رو به زندان قزلسال و سپس به زندان گوهردشت بردند. محمد دارای 3 فرزند بود که دو تا از پسراش به نامای حسن و حامد بیماری لاعلاجی داشتن که اطباء نسبت به اونا قطع امید کرده بودن و گفته بودن در آینده فوت خواهند کرد. رژیم میخواست بدین وسیله و از طریق خانوادش اونو وادار به پذیرفتن شرایطش بکنه و به اون قول آزادی داده بود، ولی محمد هر بار که با این مسئله مواجه میشد شدیداً با اون رد میکرد. در توی بند در دارای بند همیشه که با هم قدم میزدیم و در مورد مسائل زندان صحبت میکردیم که چگونه برخورد بکنیم با عوامل رژیم، همیشه روی تهاجمی روی بالایی داشت و شدیداً نسبت به تک تک بچه ها در اون زندان عواطف سرشاری داشت. یادم میاد تو سال 65 تعدادی از زندانیان رو که دو بار دستگیری بودن و به بندهای زیر بند ما آورده بودن، از ما از طریق مرس و ارسال کاغذ از طریق نخ و پلاستیک درخواست اخبار و مواد غذایی کرده بودن. محمد شدیداً در تکوتا بود که به هر شکل شده و هر صورت شده روز و شب موادی را که اونا خواسته بودن بهشون برسونه و در این راه کاملا موفق بود. هر بار که میرفت ملاقات، چند دقیقه بعد از ملاقات برای تبادل اخبار و اوضاع احوالی که خانواده‌اش داشت با اون صحبت میکردم و میگفتم چی شد. محمد بازم با یادآوری وضعیت خانواده‌اش میگفت که اونا خانواده تحت فشار گرفتن که از طریق اونا بتونن زیر پای منو شل بکنن، ولی کور خوندن و به هیچ وجه این را کوتاه نیامد. رژیم محمدو تا اواخر سال 67 بعد از که مدتی از پایان محکومیت گذشته بود نگه داشت و در سرانجام برای اینکه موفق نشد اون را وادار به پذیرش شرایطش کنه، مجبور شد که آزادش بکنه. محمد دیگه بعد از اون ندیدم تا در سال 87 در مزار مرواری در شهر اشرف در مناسبی که به مناسبت 19 بهمن عاشورای مجاهدین
به مناسبت شهادت سردار موسا خیابانی و اشرف شهیدان و همراهانشون برگزار شده دیدم. اونجا همدیگه رو بلافاصله در آغوش گرفتیم و لحظاتی همینطور همدیگه رو رو بوسی میکردیم و اشک شوق در چشمان رو تا موی حلقه زده بود. محمد اونجا گفتم چطوری، بعد از اینکه مقداری از وضعیت داخل ایران صحبت کرد خیلی سریع رک و قاطع میگفت که حسن بدون که فقط و فقط همین اشرفی ها اهالی اشرف و مقاومت ایران که در اینجا مستقر جوابگوی رژیمه. بعد از اون دیگه محمد ندیدم تا اینکه امروز خبر شهادتش رسیدم.